اوکراین، ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها. نیجریه، جنایت جدید گروه افراطی بوکو هارام. آفریقای جنوبی، انتخابات پارلمانی. تکنولوژی جدید برای افراد نابینا و خبرهای اقتصادی کشورها. همراهان برنامه جهان، سیاست، اقتصاد، سلام بر شما. در اوکراین همچنان شاهد ادامه تنش‌ها بین روسیه و غرب هستیم. شهرهای شرقی اوکراین در ناآرامی به سر می‌برند. مانورها و تحرکات نظامی روسیه و ناتو ادامه داره و غرب روسیه رو به تحریم‌های بیشتر تهدید می‌کنه. گزارشی از آخرین تحولات اوکراین رو با هم می‌بینیم. That Kiev halts all military operations in the southeast of the country and stop attacks against. اینجا در وین پایتخت اتریش اجلاس شورای اروپا روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت با شرکت 30 وزیر خارجه برگزار شد. در این اجلاس که بخش مهمی از دستور کار آن به بررسی بحران اوکراین اختصاص داشت، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و آندره دشتیتسیا وزیر خارجه دولت موقت اوکراین نیز شرکت داشتند. وزیر خارجه روسیه درباره پایان دادن به خشونت‌ها در مناطق شرقی اوکراین تأکید کرد که ارتش اوکراین باید از این مناطق خارج شود. لاوروف پیشنهاد برپایی دومی گردهمایی ژنو برای پایان دادن به بحران اوکراین را رد کرد. او برپایی چنین کنفرانسی بدون حضور نمایندگان جدایی طلبان را بی‌نتیجه خواند. از اتریش به اوکراین می‌رویم. روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت پارلمان اوکراین نشست فوق‌العاده‌ای درباره مسائل امنیتی این کشور برگزار کرد. یکی از نکات مهم این جلسه برگزاری موضوع افزایش اختیارات مناطق بود. دولت اوکراین پیشنهاد داده بود همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه مه پرسش‌هایی نیز درباره افزایش اختیارات استان‌ها مطرح شود، اما نمایندگان با توجه به خشونت‌های اخیر این طرح را فعلا مردود دانستند. دلیل اصلی آنها این بود که چنین طرحی تنها زمانی باید پیشنهاد شود که تفنگ‌ها خاموش شده باشند. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی یافتن راه کاری برای حل بحران اوکراین از راه گفتگو هستند، آمریکا از اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی استفاده می‌کند. بنابر ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های آمریکا تأثیرات منفی چشمگیری بر اقتصاد روسیه گذاشته. به گفته مقام‌های آمریکایی، اعمال محدودیت‌های صادراتی و بازرگانی علیه روسیه سبب شده که در چند ماه گذشته ارزش روبل به پایین‌ترین میزان خود برسد. بازارهای مالی روسیه در مقایسه با آغاز سال 2014 حدود 22% کاهش یابد و حجم سرمایه‌های خارج شده از کشور به 70 میلیارد دلار برسد. Kerry's warning follows yesterday's move by Russia's Gazprom. تنها منبع درآمد مطمئن روسیه در حال حاضر صدور گاز است. حدود 30% گاز مصرفی کشورهای اروپایی از روسیه و از خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند تامین می‌شود. منابع بریتانیایی خبر می‌دهند که در نشست سران کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن گروه 7 تصمیم گرفته شده که از میزان وابستگی این کشورها به گاز روسیه کاسته و به جای آن از گاز چاه‌های نفتی آمریکای شمالی استفاده شود. البته بنابر گفته ناظران اقتصادی، اجرای این تصمیم به یک برنامه‌ریزی درازمدت 10 ساله نیاز دارد و به زودی قابل پیاده شدن نیست. First results from the independence referendum. از سوی دیگر جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرقی اوکراین که بدون توجه به اعتراض‌های بین‌المللی روز یکشنبه اقدام به برگزاری همه‌پرسی برای خودمختاری و جدایی از اوکراین کردند، ادعا کردند طبق برآوردهای اولیه حدود 90% رأی دهندگان به تأسیس مناطق خودمختار رأی مثبت دادند. رئیس ستاد انتخابات جمهوری خودخوانده دونتسک اواخر روز یکشنبه اعلام کرد نزدیک به 75% از جمعیت 3 میلیون نفری آن منطقه در همه پرسی شرکت کردند. این در حالی است که در نبود ناظران مستقل، تایید آمار ارائه شده توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه امکان پذیر نیست. الکساندر تورچینوف، رئیس دولت موقت اوکراین، این همه پرسی را نمایشی مضحک و بدون پایه قانونی خواند.
و به جدایی طلبان هشدار داد که اعلام استقلال در این مناطق گامی است به سوی پرتگاه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه اعلام کرد به نتایج این همه پرسی‌ها که با مشارکت چشمگیر مردم برگزار شده احترام می‌گذارد و خواستار اجرای مسالمت‌آمیز نتایج آنها شد. بحران اوکراین بار دیگر بر نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سایه افکند. همه پرسی روز یکشنبه در دونسک و لوهانسک نخستین موضوعی بود که وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بدو ورود به بروکسل به آن واکنش نشان دادند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این مورد گفت: اعتبار این رأی‌گیری و همه پرسی نزد جهانیان صفر است. طبق هر قاعده‌ای که نگاه کنیم، عملی غیرقانونی بوده. آنها هیچ نوع استانداردی چه از نظر بی‌طرفی، شفافیت و یا عادلانه بودن که از جمله لازمه‌های این انتخابات هستند، رعایت نکردند. بحث و تبادل نظر در مورد تشدید تحریم‌ها علیه روسیه محور اصلی گفتگوهای روز دوشنبه مقامات اروپایی بود. گروه بوکو هارام در نیجریه در سال 2002 میلادی شکل گرفت. چیزی که این بار نام این گروه رو در خبرها مطرح کرد، ربودن بیش از 200 دختر دانش آموز از یکی از مدارس این کشور بود. جرم این دختران تحصیل در دبیرستان بود. This is the group which has claimed responsibility for the previous attack. بوکو هارام حملات خود را اساساً در نیجریه متمرکز کرده است. این گروه می‌خواهد که دولت این کشور را سرنگون کرده و یک حکومت بر مبنای قوانین شریعت ایجاد کند. ولی در این حال این گروه حمله به مؤسسه‌های بین‌المللی را در دستور دارد. در ماه اوت 2011 یک عضو گروه بوکو هارام یک جیپ انتحاری مملو از مواد منفجره را وارد مقر اصلی سازمان ملل در ابوجا کرد. نتیجه انفجار این عملیات انتحاری 24 کشته بود که 12 کارمند سازمان ملل هم جزو آنها بودند. این یکی از مرگبارترین حملات در تاریخچه سازمان ملل بود. گروه بنیادگرایی بوکو هارام در نیجریه مدرسه‌ای را در 25 فروردین ماه به آتش کشید و 223 دختر دانش آموزان را به اسارت گرفت. از نگاه این تروریست‌های بنیادگرا، تحصیلات حرام است. بوکو هارام نیز به معنای آموزش غربی حرام می‌باشد. سردسته آنها ابوبکر شکو پس از گروگان گرفتن دختران گفت: ما دختران را به اسارت برده ایم تا با مردان ازدواج کنند. ما مخالف تعلیم و تربیت هستیم. باید از شر این روش تربیتی خلاص شد. ما از حمله به تمام مدارسی که متأثر از غرب هستند حمایت میکنیم. قول دادیم که مدارس را به آتش بکشیم. گفته میشود او قصد دارد این دختران را به قیمت هر دختر 12 یورو بفروشد. ربودن دختران نیجریه توسط بنیادگرایان بوکو هارام موجی از خشم و انزجار را در داخل و خارج این کشور برانگیخته است. مادران دختران ربوده شده در نیجریه با تجمع در میدان اصلی روستای محل حادثه خواستار دخالت سریع دولت برای آزادی این دانش آموزان شدند. همه کشورها، هر کشور یا کسی که بتواند به ما کمک کند تا این دختران را پیدا کنیم. ما مشکلی نداریم و آنها باید کمک کنند. اولین اولویت در کشور ما ثروت نیست، بلکه دختران ما هستند و باید آنها را برگردانیم. ما در جستجوی کمک هستیم. هر سازمان بین المللی، هر کشوری که تکنولوژی داشته باشد که بتواند تحقیق کند، لطفاً بگذارید بیایند و به ما کمک کنند ما این دختران را برگردانیم. بسیاری از علما و صاحب نظران دنیای اسلام هم ضمن محکوم کردن اقدام اخیر گروه بوکو هارام رابطه چنین اعمالی با جوهره واقعی دین اسلام را رد کردند. از سوی دیگر دولت‌های آمریکا، فرانسه، چین و انگلستان با اعزام نیروهای ویژه کمکی به نیجریه آمادگی خود را برای یاری رساندن به دولت ابوجا در نبرد با تروریسم اعلام کردند.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت آنچه می‌بینیم اقدامی بی‌رحمانه و هتک حرمت به شمار می‌رود. تیم امنیت ملی کاخ سفید این موضوع را دنبال می‌کند. دولت آمریکا هیئتی از FBI برای تحقیق در مورد این آدم‌ربایی به نیجریه فرستاده است. دولت نیجریه اعلام کرده است اگر اطلاعاتی در ارتباط با مخفیگاه ربوده شدگان دریافت کند، حاضر است معادل $300,000 بپردازد. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل ربودن این دختران را محکوم کرد و خواستار اقدام عاجل برای نجات آنها شد. ویلیام هیک وزیر خارجه انگلستان نیز در مورد ربودن دختران نیجریه توسط بنیادگرایان بوکو حرام گفت: ما کمک های عملی برای مقابله با این گروه را پیشنهاد می‌کنیم. آنچه اتفاق افتاده این است که این گروه از دختران به عنوان غنایم جنگ و تروریسم استفاده می‌کند. این نهایت بی اخلاقی و انزجارآور است. باید همه در جهان بدانند که از چنین اقدامات پستی نباید حمایت کرد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 19 اردیبهشت ربودن بیش از 200 دختر نوجوان نیجریه‌ای به دست گروه اسلامگرای بوکو حرام را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل منتشر کردند آمده است که آنها عزم خود را در تعقیب فعالانه رخدادها نشان داده و اقداماتی مناسب را علیه بوکو حرام در نظر می‌گیرد. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها می‌گوید که شورای امنیت می‌تواند بوکو حرام را در فهرست سیاه خود گذاشته و تحریم‌های هدفمندی را علیه آن اعمال کند. علاوه بر کشورهای غربی و سازمان ملل، چین نیز پیشنهاد داده است تا اطلاعات ماهواره‌ای احتمالی خود را در اختیار دولت نیجریه بگذارد. اما در شبکه‌های اجتماعی فعالان هشتگ توانستند آدم‌ربایی نیجریه را به دستور کار بالای جهانی برسانند. سایت‌های رسانه‌های اجتماعی با درخواست‌های فوری هشتگ دختران ما را برگردانید منفجر شده و هوشیاری جهانی را بالا بردند. این هشتگ فقط در روز پنجشنبه 412,000 بار بر روی توییتر بیش از هر روز دیگری از زمان آدم‌ربایی انبوه در 25 فروردین ماه ظاهر شد و این موضوع را بر روی لیست ترندهای توییتر در سراسر روز قاطعانه نگه داشت. در انتخابات پارلمانی آفریقای جنوبی باز هم حزب کنگره ملی آفریقا یعنی حزب نلسون ماندلا به پیروزی رسید. جاکوب زوما رئیس جمهور فعلی آفریقای جنوبی پیروزی حزبش رو دلیلی بر تایید سیاست‌های خودش توسط مردم دونست. The African National Congress has been confirmed as the winner of South Africa's election with 62% of the vote. روز جمعه 19 اردیبهشت اعلام شد حزب کنگره ملی آفریقا به ریاست جاکوب زوما با کسب 62.16% آرا پیروز انتخابات پارلمانی آفریقای جنوبی شد. حزب اتحاد دموکراتیک و حزب مبارزان آزادی اقتصادی در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. انتخاب نمایندگان مجمع ملی آفریقای جنوبی بر اساس نظام نسبی حزبی صورت می‌گیرد و 4% کرسی این مجلس را با توجه به درصد آرای کسب شده توسط احزاب در مناطق مختلف و در سطح ملی بین آنها توزیع می‌شود. به این ترتیب کنگره ملی آفریقا اکثریت قابل توجهی از کرسی‌های مجمع ملی را در اختیار خواهد گرفت. پارلمان آفریقای جنوبی از دو مجلس شورای ملی استانها یا سنا با 90 عضو و مجمع ملی با 400 نماینده تشکیل یافته که اعضای مجلس اولیا توسط مقامات و نهادهای هر یک از 9 استان تعیین می‌شوند. اما انتخاب نمایندگان مجمع ملی از طریق رأی‌گیری مستقیم عمومی است. دوره قانون‌گذاری در این کشور 5 سال است و رئیس جمهوری توسط مجمع ملی انتخاب می‌شود. با وجود موفقیت مجدد حزب کنگره ملی آفریقا در این دوره از انتخابات، درصد آرای حزب در مقایسه با دوره قبلی که 66% بود کاهش یافته، در حالی که در دوره قبل هم نتیجه انتخابات حاکی از کاهش میزان آرای کنگره ملی آفریقای جنوبی نسبت به دوره قبل از آن بود.
Rival is Democratic Alliance led by former journalist and anti-apartheid. در مقابل حزب اتحاد دموکراتیک که خود را یک حزب میانه رو با تاکید بر فرصت‌های مساوی برای همگان معرفی می‌کند، توانسته سهم خود را از آرا از 17 درصد در دوره قبل به 23 درصد در دوره کنونی افزایش دهد. هلن زیله رهبری حزب که از حدود 15 سال پیش همواره حزب اصلی مخالف در پارلمان بوده، گفته است که رای دهندگان به تدریج از حزب حاکم که به گفته او حزبی بسته و مبتنی بر روابط و در نتیجه گرفتار فساد است، روگردان می شود. رهبری حزب حاکم همچنان به پشتوانه مبارزه ضد آپارتاید و شخصیت ماندلا متکی است. به گفته ناظران، اعتبار و احترام نلسون ماندلا در میان بسیاری از مردم آفریقای جنوبی از نژادهای مختلف و سابقه مبارزاتی کنگره ملی آفریقا از دلایل عمده باقی ماندن حزب در قدرت طی 20 سال گذشته بوده است. پیشرفت تکنولوژی و تاثیر اون بر زندگی نابینایان. آیا خط بریل، خط سنتی ویژه مطالعه نابینایان، کنار گذاشته خواهد شد؟ جویس شوماکر sits in front of her computer screen. جویس شوماکر در برابر صفحه مانیتور خود می نشیند، ولی او در حال خواندن نیست. او گوش می دهد. کلمات با استفاده از یک برنامه تبدیل متن به کلام برای او بازخوانی می شود. او در واقع یک فرد نابینا محسوب می شود. جویس از سن 12 سالگی شروع به از دست دادن دید خود کرد. او هیچ وقت زبان بریل را یاد نگرفت، ولی با اتکا به این تکنولوژی شوماکر معتقد است که هرگز چنین نیازی نخواهد داشت. من شخصا نه وقت و نه توان یاد گرفتن زبان بریل را ندارم. نزدیک به 200 سال است که خواندن از طریق حس لامسه شیوه استاندارد خواندن و نوشتن برای افراد نابینا بوده است، ولی در 10 سال گذشته خط بریل کاربرد سابق را ندارد. فدراسیون ملی برای افراد نابینا میگوید که فقط کمتر از 10% از 1.3 میلیون فرد نابینا که در آمریکا وجود دارند بریل را بلد هستند. این یک راه حل برای مبارزه با بیسوادی می باشد. این مانند خواندن و نوشتن است. شما تصور کنید که یک کودک را بزرگ می کنید که خواندن و نوشتن بلد نباشد. این یک مشکل جدید است. مدیر کتابخانه کتاب‌های بریل و صوتی در سیاتل با خانواده‌های افراد نابینا کار می کند تا با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و افراد نابینا چیزهایی مانند نوشتن را یاد بدهد. من فکر میکنم مشکل در آموزش ندادن به کودکان است. ممکن است مدتی دیگر نسلی را پیش رو داشته باشیم که توان ارسال یک ایمیل را ندارند یا حتی نمیتوانند اطلاعات از یک بانک داده ها را بخوانند و یا شغلی داشته باشند. ولی در عصر کنونی او اعتراف میکند که بریل زیاد طرفدار ندارد. این یک کپی از پرفروشترین کتاب شفق است. همین کتاب در زبان بریل 4 جلد می باشد. این مدل صوتی آن است. همچنین چاپ و منتشر کردن بریل بسیار پرهزینه می باشد. کتابخانه های مانند این اکنون در زمینه بریل های دیجیتالی سرمایه گذاری می کنند که متن را بر روی صفحه مانیتور که بر یک کیبورد مخصوص مجهز است منتقل می کند. هر کیبورد تا 5000 دلار قیمت دارد. ولی کارمند کتابخانه نابینایان شان کری میگوید همیشه دلیلی برای یادگیری بریل سنتی خواهد بود. هنوز یک اقلیت در حال کاهش ولی مصمم معتقد هستند که یادگیری بریل حیاتی میباشد. و بالاخره نوبت میرسه به چند خبر اقتصادی از کشورهای مختلف. General Electric remains the favorite to take over the energy business of درست یک روز پس از آنکه آلستوم اعلام کرد که برای فروش بخش انرژی خود بیش از زیمنس به جنرال الکتریک گرایش دارد، بیانیه‌ای از جانب این شرکت منتشر شد که زمان اتخاذ تصمیم نهایی را تا یک ماه دیگر به عقب می‌اندازد و همچنین از تشکیل کمیته مستقل برای بررسی پیشنهاد جنرال الکتریک حکایت می‌کند. فشار دولت فرانسه در اتخاذ این تصمیم بی تأثیر نبوده است. فرهنگ شرکت‌های آمریکایی ایجاد رقابت میان کارمندان است.
این وزنی روی دوش کارمند می اندازد و به او فشار می آورد. اگر تصمیم با من بود ترجیح می دادم آلستون شرکتی فرانسوی بماند و هسته تصمیم گیریش در فرانسه باشد. اگر آلستون به طرف رقیب آلمانی خود سوق پیدا کند، از ترکیب آلستون و زیمنز قول انرژی اروپا زاده خواهد شد. به نظر من در نهایت جنرال الکتریک دست بالا را خواهد داشت. اگر زیمنز این معامله را بگیرد، پیچیدگی های فراوانی به بار خواهد آورد. آلستون و زیمنز در کنار هم بالغ بر 30% از ذخیره انرژی اروپا را خواهند داشت. این مشکلات مربوط به انحصار را در پی می آورد. پیشنهاد کنونی جنرال الکتریک 12 میلیارد و 35 میلیون یوروست. از طرف دیگر آلستوم با گرایش به طرف زیمنز باید سیاست‌های صرفه‌جویانه اتحادیه اروپا را هم تحمل کند. این برای فرانسه که اولویت‌های خود در این پرونده را ایجاد شغل بیشتر اعلام کرده خبر خوبی نیست. میزان رشد اقتصادی بریتانیا در 3 ماهه سال 2014 کمی کمتر از انتظارات بوده، اما این کشور آهنگ رشد اقتصادی خود را حفظ کرده است. به این ترتیب بر اساس داده‌های مؤسسه آمار این کشور، تولید ناخالص داخلی بریتانیا 0.8% رشد داشته است. این رقم 0.1% بیشتر از میزان رشد اقتصادی این کشور در 3 ماهه آخر سال 2013 است. در مقایسه با 3 ماهه اول سال 2013 نیز رشد اقتصادی این کشور 0.1% افزایش دارد. اما روند رشد اقتصادی بریتانیا در مقایسه با دوران آغاز بحران اقتصادی همچنان پایین تر است. اقتصاد اوکراین در 3 ماهه اول سال 2014 حدود 1% افت داشت. صندوق بین‌المللی پول با اعطای بیش از 17 میلیارد دلار وام به دولت اوکراین موافقت کرد. این نهاد بین‌المللی شرط اعطای این وام را تعهد دولت اوکراین به پایبندی به اصلاحات اقتصادی از جمله افزایش مالیات و افزایش انرژی اعلام کرده است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این برنامه ای است که برای به کار بستن آن ریسک وجود دارد. ما البته می‌خواهیم تأثیر ریسک‌ها را تا جایی که ممکن است کم کنیم. ما نیاز داشتیم اقدامات مقدماتی انجام دهیم که همه آنها با موفقیت انجام شده است. این کمک مالی به دولت نوپای اوکراین در میانه بحران سیاسی که این کشور را با خطر دوپاره شدن مواجه کرده تصویب شده است. نخست وزیر دولت انتقالی اعضای کابینه را تهدید کرده است که اگر اوضاع شرق آرام نشود به زودی دست به تغییر اعضای دولت می زند. دولت اوکراین برای راضی کردن صندوق بین‌المللی پول 2 ماه قبل قیمت گاز را 50% افزایش داده بود. دولت کیف همچنین قول داده است که دستمزدها را افزایش ندهد. دوستان، خبرهای اقتصادی کوتاه آخرین قسمت برنامه امروز جهان سیاست اقتصاد بود. تا برنامه بعد از همه شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.